مرگ ماهی قسمت 17. من که نگفتم آدم قوی هستم، چیزی نمیگوید و با آن ماشین شاسی بلند و مردانش تا خانه جدیدم میرساندم. تعارف نمی کنم و او هم باید میرفت دنبال پارسا. بوی غذا و عرق آشپزخانه رستوران همه جانم را گرفته بود. دوشی میگیرم و چای دم میکنم. حوله را ماهرانه دور موهایم میپیچم و روی سرم کوهی از مخلوط مو و حوله مینشیند. پیش مرجان که بودم موین زنگ زد. برای جکتش کردم. مینشینم روی مبل پای کوتاه. بیسکویت را میزنم در چای داغ و شمارش را میگیرم. با دومین بوق بر میدارد. با صدایش دلم انگار از روی سرعتگیر رد میشود. حالا دیگه شوهر تو ریجکت میکنی؟ لبخند زدم. میدانستم چرا این روزها انقدر عمدی از لفظ همسر و شوهر استفاده میکند. صورتت چطوره؟ و میزنم زیر خنده. اوه، ولی جدی میگن. سه تا بخیه خوردم. دلم میریزد. بیتا چه کرده بود؟ پاهایم را میاندازم و صاف مینشینم. چی؟ صورتت چی شد؟ صورتم چیزی نشده عزیزم. دلم بخیه زدم. چشم بستم. نفسم را دادم بیرون و غریدم. مسخره. واقعا مسخره ای. خندید. نگرانم شدی؟ یه مورچه آسیب ببینه نگران میشم. الان منو با مورچه مقایسه کردی؟ جواب سوالش را نمیدهم. ظهر زنگ زده بودی. نفس عمیقی میکشد. اون خونه ای که گفتم آماده است. میخوام وسایل تو جمع کنی. برای چی باید این کارو بکنم؟ چون نمیخوام تو اون خونه بمونی. بس کن. همش میخوام نمیخوام. همش که شد دل تو. هر وقتی که کیا شرکت نیست من فکرم هزار جا میره. اخم میکنم. دلم میخواست سرش داد بزنم. دلت غلط میکند. واقعا که منو چی فرض کردی؟ مشکل من تو نیستی. کیا هم همچنین آدمی نیست. تو اصلا برادرتو نمیشناسی. تو زحمت شناختی هیچ کسی رو به خودت نمیدی. موین، حتی من. باشه، درسته. حالا این کار رو برای آسایش خاطر من انجام بده. سخته؟ آره سخته. همینطوریشم مثل خونه به دوشام. در ذهن بهتر خودتو و اون طرز فکرتو درست کنی موین. من اون آدمی نیستم که بهش شک کنی. ماهی، از عصبانیت دستم می لرزید و او که نمی فهمید. هر روز می نشست نسخه جدید برای خودش می پیچید و توقع داشت من هم عمل کنم. از هیچی بیشتر از این بدم نمیاد. بی اعتمادی، شک، اونم به من. مگه تو معصومی ماهی؟ همه اشتباه می کنن. دست خودم نیست. برات متاسفم. تو نه به من اعتماد داری، نه به برادرت، نه به خانوادت، نه هیچ کسی. تصمیم با خودت و مشورت با خودت. همه چیز با خودته. این باعث شده فکر کنی کاملا به حقی. مشکل ما دقیقا یکیه. اعتمادی که من به تو ندارم و تو هم به من. من از اینجا نمیرم و بهت نشون میدم تو این مورد آره معصومم. من خیانت نمی کنم. منو با خودت اشتباه گرفتی. و بی حرف گوشی را قطع می کنم و می اندازم روی میز. صورتم را با دستان سردم مخفی می کنم و مثل دیوانه ها بهش پشت می دهم. معین احمق، دیوانه، دیوانه. همه آدم ها انگار دیوانه شده بودند. بیتا می گفت انتقام بگیر. سهیل می گفت آنقدر دور بمان تا یک روز بیاید و با کتک ببردت. کیام فکر می کرد این زندگی تصنعی است. می گفت قهرتان تصنعی است، آشتیتان هم. و موین که ازم می خواست به خانه دیگری بروم، چون برای اتفاقی عزادار بود که نیفتاده، که از من و ماهی بودنم بعید است. همه دیوانه بودند و می خواستن مرا دیوانه کنند. پتوی مخمل مسافرتی را روی راحتی انداختم و دراز کشیدم. روز معمولی بود، اما موین خرابش کرد. همیشه همین کار را می کند. پتو را که میکشم روی خودم، کسی آهنگین به در میکوبد. چه کسی میتوانست این موقع بیاید، این طور در بزند، جز کیا؟ چه کسی آنقدر وقت نشناس بود، جز کیا؟ پتو را دور سر و صورتم میکشم و با بی‌حوصلگی تمام در را باز میکنم. در زدن را تمام نمیکرد. میشه این کار را نکنی؟ نه. کلافه چشم میبندم. و صدا که نم نم کم می شود. قیافشو وزنم را روی یک پا می اندازم. چی کار داری؟
ماهی سردش شده. خدایا منو نجات بده. گردن می کشد داخل. شفاژ خونه ماهی خاموشه. صورتم را جمع می کنم. بیمزگی تو خانواده شما ارثیه. هم تو هم داداشت. دست به سینه نگاهم می کند. چیه؟ کی لگدت زده؟ هیچکی. اگر کاری نداری برو. و در را تا نیمه می بندم که کف دستش را می کوبد به چوب در و عصبانی می شود. وایسا ببینم که چی؟ چی که چی؟ تا هفته پیش خوب بود. اومدم از کف خیابون جمعت کردم. رفتیم شام خوردیم. دزدی هم کردیم. تا امشب ندیدمت. حالا چی شد؟ یه دفعه برای من رفتی تو قیافه؟ من برا تو نرفتم تو قیافه. فقط الان بی حوصله‌ام. خودت از خودت خسته نمیشی؟ هر روز یه مدلی. به در تکیه میدهم. چند لحظه نگاهش میکنم و لب میزنم. چرا؟ خستم. از خودم و این زندگی که برای خودم ساختم خیلی خستم. ماهی. از صدایش و آنطور نفوذش تکیم را برداشتم و رفتم عقبتر. همش تقصیر ماهین بود. آنقدر گفت که روی هر حرکتش حساس شده بودم. هر رفتاری میکرد را یک جور تعبیر میکردم. اصلا نمیفهمم. اینجا چی کار میکنی؟ دستانش را از هم باز میکند. اومدم بهت سر بزنم. چرا اینطوری رفتار میکنی؟ یکم آدم باش. فقط حوصله ندارم و فکر نمی کنم الان حضورت مؤثر باشه. دستش را در جیب شلوار تنگش فرو می کند و بوزخند می زند. اوه معذرت می خوام واقعا. اصلا حواسم نبود. من فقط وقتی وجود دارم که تو چیزی نیاز داشته باشی. دستم را به پیشانی می گیرم. همچین چیزی نیست. فقط در را با دستش هل می دهد. نمی خواد چیزی بگی. برو اون بر ببینم. کجا؟ یک راست به سمت شفاژ می رود. پشت دستش را می کشد رویش. چرا سردن؟ چون خرابن. چند لحظه نگاهم می کند و با تأسف سر تکان می دهد. همش درد سری و آستین پیراهنش را می دهد بالا. مگه من گفتم بیای درست کنی؟ لازم نکرده کاری انجام بدی. پیش پیش هم منت می زاری؟ زانو می زند جلوی شفاژ و انگار مگس مزاحمی را به پراند دستش را در هوا تکان می دهد. زیاد حرف می زنی. اون جعبه آچار رو بیار. به سمت رخشوی خانه می روم و با جعبه بر می گردم. همانطور که کنار پایش می گذارم زمزمه می کنم. جعبه ابزار نه آچار. هر کوفتی. پتو را محکم تر دورم می کشم و روی مبل مچاله می شدم. چشم می گذارم روی هم و تنها صدای برخورد گهگاه شی فلزی به بدنه شفاژ می آمد. فاز شما دوتا رو درک نمی کنم. صدایش مثل یک اعتراض آرام بود. همانطور که زور می زد و چیزی را سفت می کرد بدون اینکه چشم باز کند لب می زنم. لازم نیست تو درک کنی. حالم از تحملت توی این قضیه و تحمل معین تو جداییتون به هم می خوره. هر دوتاتون یک تکنیک رو تو مسائل متفاوت به کار میبرید. میتونی تمومش کنی و معینم میتونه بیاد به زور دستتو بگیره ببره خونش. صبوری من به معنای بی ارزگی نیست. دل من به یه چیزایی پایبنده که تو باهاش آشنا نیستی. به چی مثلا؟ چشاتو باز کن ببین. محکمتر روی هم میفشارم. با تو هم نمیخوام. هر دوتون کسل کننده هستید. با حرص میگویم از خودم متنفرم که باهات حرف میزنم. منم ازت متنفرم وقتی جوابمو نمیدی. چشم باز میکنم. نیم روخش و بازوهای بزرگش که در تلاش بود. بازوهای معین بزرگتر بود. آره بود. بلندتر و چهار شانه تر. اه خدا لعنتت کند معین. کاری کردی که هر لحظه هم شده قیاسهای احمقانه. بلند میشود. دستانش را در سینک میشوید و همانطور که روبرویم میایستد آستینش را میکشد پایین. فعلا خونتو گرم میکنه اما باید یکی رو بیاری یه سرویس کامل بکنه. سر تکان میدهم و اون میرود سمت در. اگر نمیگفتم انگار خفه میشدم. عین بچه‌ها. درست مثل بچه‌ها گفتم. اونجوری که فکر میکنی نیست. من اصلا کسل کننده نیستم. برمیگردد و از پرک زدنش هم بی تفاوتی میریزد. برام مهم نیست چی کار میکنی. فقط اونقدر احمق نباش. دندان روی هم میفشارم. نیستم. انگشت اشارهش را توی صورتم تکان میدهد. چرا هستی؟ اولین نشونش همیشه انکار. اخ میکنم. میتوانست با یک جمله مرا طوفانی کند. تو فقط بلدی توهین کنی.
من پول نمیگیرم برات حرفایی بزنم که خوشایندت باشه، اما انگار تو پول میگیری هی احمق بازی در بیاری. جوابی نداشتم که هرچه میگفتم او جواب دیگری از آستینش در میآورد. به سمت اتاق میروم، کیف طلایی را برمیدارم و برمیگردم. بیا، چی کارش کنم؟ پسش بده. میگم احمقی، عصبانی میشی. و کیف را از دستم کشید و رفت سمت پنجره، پرتش کرد بیرون. دلم میخواد تو را هم بردارم، قشنگ چند دور بچرخونم بعد پرتت کنم پایین. نمیدونم چرا باید اجازه بدم اینجا وایسی ولی شاربارم کنی. واضحه چون مهم نیست، پس اگر بود نمی اومدی، ازش میترسیدی. شانه میاندازد بالا. گیرم که بترسم، حس من به مهم مهم نیست، حس تو مهمه، تو که دوستش نداری. مزخرف نگو. همانطور که میرود سمت در میپرسد حاضری براش بمیری؟ نمیدانستم، فقط باید میگفتم آره. هر زنی همین را میگفت مسلماً، و من هم مثل همه زنهای دیگر بودم. آره. میخندد. این که خیلی آسونه، براش زندگیم میکنی. مغزم ارور میدهد و او که میگوید نه، اگر میکردی الان پیشش بودی. در را تا نیمه میبندد. همیشه حق با منه، اینو یادت نره. شب بخیر. شب بخیر نگذشت، گذشت. بعد عمری دلم تنب و خواست. با بیتا به مرکز خرید رفتیم. بیمه ها با سبدم را پر کردم و جیب را خالی. خرید به هم حس خوبی میداد. خلاها و پر کردن های موقتی آنها آدمیزاد را چند سباهی خوشحال نگه می دارد. از آسانسور که پیاده شدم درست جلوی در خانه ایستاده بود، قد بلند و جذاب و بچه کنار پایش. نفسم تنگ شد و قلبم ریخت. حضورش مثل یک خبر بد بود. کلید را از ته کیفم بیرون کشیدم و او که بی حرف کمکم کرد تا پاکت ها را داخل ببرم. حتی نمیخواستم به بچه اش نگاه کنم. خواب بود و او که خیلی خون سرد به نظر می آمد. پاکت ها را روی تخت پرت کردم و برگشتم به سالن. روی مبل نشسته بودم. به در و دیوار نگاه می کرد. روبرویش نشستم و او که به چشمانم نگاه کرد و گفت باید حرف بزنیم. کف دستم عرق کرده بود و او خیلی با اعتماد به نفس به نظر می آمد. در چه مورد؟ در مورد معین. چیزی نمی گویم و او که لبه مبل می نشیند نفس عمیقی می کشد و دو دستش را به هم می کشد. بیا منطقی با این قضیه برخورد کنیم. من مادر بچه اش هستم. این منطقه توه. دستش را می آورد بالا. بذار تا انتها حرفمو بزنم. نگاهش می کنم و او که لبش را تر می کند. من و کیا و معین از بچگی با هم بزرگ شدیم. یه سری احساسات پیچیده بین ما سه نفر در رفت آمد بود. من و مادرم بعد از مرگ دلخراش بابا کنار خاله اینا زندگی کردیم. محمود خان از حضور ما راضی به نظر نمی اومد و بعد از اون اتفاق، یعنی خیانت خاله، ما را از اون خونه بیرون کرد. از یه جایی به بعد جلوی رابطه ما رو گرفت. کیا اصولا حرف گوش کن نبود. وقتی می گفتن چیزی ممنوع است بدتر سمتش می رفت. محمود خان ما رو دندون لق می دونست و اعتقاد داشت که با فاصله گرفتنمون کنده می شیم. اما من سنم کم بود و یه احمق به تمام معنا بودم. ما با وجود پدرم زندگی خوبی داشتیم، اما بعدش همه چیز ریخت به هم. من نمیتونستم بعد تجربه زندگی شاهانه تو خونه محمود خان، اون خونه تنگ و اون همه قناعت و بیپولی رو تحمل کنم. معین گزینه خوبی بود. معین همیشه در رقابت با کیا بود. نمیتونی باور کنی، اما معین هم از کیا حساب میبرد. هم دوست داشت مثل اون باشه، رها، آزاد، بیپروا. هیچ کدوممون به اندازه کیا از زندگی لذت نبردیم. معین همیشه تو چارچوب محمود خان بود و منم مدام از ترس نداری مجبور به انتخاب بودم. ما هیچ کدوم اونجوری که میخواستیم زندگی نکردیم، اما کیا چرا؟ و همین باعث میشد معین یه حس رقابت باهاش داشته باشه. کیا اصلا توی این حال و هوا نبود، اما معین روی روابطش خیلی حساس بود و مقصر همه ناکامیهاشو کیا میدونست. خب از بچگی قلدربازی در می آورد و معین خیلی آروم و مبادی آداب بود.
من کیا رو دوست داشتم، اما میدونستم اونی که تو گردونه محمود خان میمونه معینه. آره خیلی خیلی عوضی بودم. آب دهانم را قورت میدهم و او که دستی به پیشانیش میکشد و میخواهم سریع تر به معین برسد. خیلی سریع. از طرفی یه حس مالکیتی به جفتشون داشتم. با تعجب و تمسخر میخندم. جفتشون واقعا مسخره است. آره مسخره بود، اما دست خودم نبود. معین دوستم داشت. خودمو نمیبخشم که اون موقع اون کار رو باهاش کردم. به اصرار خودش صیغه کردیم. مامان و خاله در جریان بودن. از طرفی نمیتونستم کیا رو هم ول کنم. اصلا نمیدونم چی فکر میکردم واقعا. وقتی گفت صیغه همه تنم ضعف رفت. آدمیزاد راضی به قسمت کردن یک سیب هم با دیگری نیست. نمیتوانستم باور کنم که آنقدر راحت جلوی من نشسته و از گذشته خودش و معین میگوید. نمیتوانستم شوهرم را با کسی قسمت کنم، حتی اگر یک داستان قدیمی میبود. تو با کیا نبودی؟ نمیدونی چطور میتونه بدون هیچ تلاشی یه زن رو جذب کنه. نمیدونی وقتی بهش نزدیک بشی چقدر خوب میشه و مهربونیاش زیر سایه کج‌خلقیاش چقدر لذت بخشه. تو نمیدونی، وگرنه به هم حق میدادی. جذابیت های معین انکار ناپذیر بود و کیا هم، هر کدوم به نحوی. من واقعا نمیتونستم کاری بکنم تا اینکه معین فهمید. باور نمیکرد که اونو به اندازه کیا دوست داشتم. نمیخواست باور کنه. فکر میکرد تقصیر کیا بود، ولی نبود. من گند زده بودم و بعد از اون قضیه من با کیا رفتم. فکر میکردم اگر با معین نتونستم ادامه بدم کیا برام میمونه، اما نموند. به خاطر معین با من مثل یه آشغال رفتار کرد. تحقیرم کرد. گفت مثل خالم. دو هفته بعد از رفتنم فهمیدم بار دارم. نه کیا رو داشتم نه معین رو. البته بعد از اینکه فهمیدم بار دارم خیلی هوامو داشت، فقط به خاطر برادرزادش. اما هیچ چیزی اونجوری که میخواستم پیش نرفت، چون همه رو با هم میخواستم. حالا هیچی ندارم. پشیمانی در چشمانش موج میزد و من که دلم داشت برایش میسوخت. به خودم تشر زدم نه، نباید دل رحم باشم. اون زن سابق معین بود. برای چی؟ بچه رو ازش مخفی کرد. دستش را میگذارد روی سینه‌اش. از من متنفر بود. راین رو ازم میگرفت. مطمئن بودم. خودتم میدونی نمیگرفت، چون محمود خان نباید خبردار میشد. هزار تا راه دیگه بود برای مخفی کردنش. کیا همه چیز رو به معین گفت و گند زد به همه برنامه ها. مثل اینکه کیا تخصصش بود برملا کردن رازها. این حرفا رو برای چی زدی؟ به چه درد من میخوره؟ دستی به گونه پسرش میکشد و زمزمه میکند. از این وضعیت خستم. تو نمیدونی من چند سال پریشونم. به چشمانم خیره میشود. همه اموال معین رو بهش برگردوندم. با تعجب نگاهش میکنم. از مهسا یک بت ساخته بودم. حالا میدیدم چقدر زخمی و خمیده است. فقط نمیخوام پسرمون رو تنها بزرگ کنم. قلبم از تپش ایستاد و حرف دلش را تا انتها گرفتم. از من چی میخوای؟ فقط میخوام بگم تو جوانتر از منی، فرصت داری. من با یه بچه داشت با آن حرف زدنش جانم را میگرفت. معینم بیمیل نیست. میشه درست حرف بزنی؟ گونهش را از داخل گاز میگیرد. من فقط میخوام همه چیز رو درست کنم. من واقعا پشیمونم. معین جدا پدر خوبیه. کم نمیذاره برای پسرش. وقتی میبینم چطور براش وقت میذاره و رفتار میکنه، دلم میخواد تو این دایره فامیلی باشم. چی؟ دو دستش را میآورد بالا و تون تون پلک میزند. میدونم چرا جدا زندگی میکنید. بهش اعتماد ندارید و معینم یکم تو این موارد واکنشش ضعیفه. به جبر اعتقاد نداره و همین گند میزنه به همه چیز. من ماه دخت. من عاشقش نیستم، اما اون پدر پسرمه. تمام تنم میلرزید. در یک واکنش غیر ارادی بلند شدم. به سمت کانتراژ پسخانه رفتم و بهش تکیه دادم. دستم را روی دهانم گذاشتم و زمزمه کردم. میفهمی از من چی میخوای؟
صدایش را از پشت سرم می آمد. من حاضرم بیشتر اوقات پیش تو باشه. فقط برگشتم و چنان کشیده‌ای به صورتش زدم که چند قدم عقب رفت و خودم هم که اصلاً در این دنیا نبودم. به کانتر تکیه دادم و بدون اینکه نگاهش کنم با آن صدای لرزان زمزمه کردم: گم شو بیرون، از خونه من برو بیرون. به سمت کوریدور رفتم. برش داشت و دستش روی دستگیره در بود. چی بخوای چه نخوای، من همیشه تو زندگی بچم و معین هستم. من فقط میخواستم این شرایط رو آسونش کنم برای هر دومون. اینم یادت نره که من اولین زن زندگی معین بودم، اولین زن مهم زندگیش. چاقوش را فرو کرد و چند دور چرخاند، در آخر با آب پاکی غسلش داد و رفت. همانجا نشستم، سرم را به دست گرفتم و عین یک مرده به ستون روبرو خیره شدم. باورش سخت بود. این مهسا بود، آمده بود خانه من، نشست روبرویم، از قسمت کردن معین می گفت. کاش فقط می خواست با حضورش کنار بیایم، اما می خواست باز معین بگیردش و ما درست مثل هبوهای خوشحال کنار یک دیگر بودن را حسم کنیم. باید داد می زدم و باید مشت می کفتم. جدن دلم می خواست کسی را انقدر بزنم تا حالش جا بیاید، و یا شاید حال خودم. در را باز کردم، به سمت خانه کیا رفتم، با مشت به در کوباندم، اما کسی نبود. همانجا در راه رو روی سنگ سرد نشستم و سرگردان به در خانه اش خیره شده. چند بار خواستم به معین زنگ بزنم، اما می گفت معین هم بیمیل نیست. می خواست مرا بکشد. واقعا بیمیل نبود. سرم را تکه می دهم و چشم می بندم. تمام مغزم درگیر یک سری احساسات عجیب شده بود. یک خشم سراسری که مرکز قدرتش در مشتهایم بود. هوا تاریک شد و من مثل دیوانه، مثل مرده ها، همچنان به در خانه ام تکیه داده و نشسته بودم. دلم می خواست کسی می آمد شکمم را می شکافت و این گوله درد را ازش می کشید بیرون و راحتم می کرد. ماهی، هزیون گفتم. به من نگو ماهی. چشم باز می کنم و او رو به رویم زانو زد. چرا اینجا نشستی؟ منتظر او بودم. نمی دانستم چرا، ولی فقط کیا بود که بی قضاوت حرفم را می شنید. فقط او بود که برای حرف زدن باهاش لازم نبود زبانم را بچرخانم. دلم می خواد یکی رو بزنم. می خندد. کیو؟ فرقی نمی کنه. فکر می کرد دارم شوخی می کنم. رو به رویم می ایستد و دستش را دراز می کند. پاشو. بدون اینکه کمکش را قبول کنم بلند می شدم. در خانه اش را برایم باز نگه می دارد. تو نمیام. بس کن. نمی خوام بیام تو خونت. از کنارم عبور می کند. تو آنقدر که باید برام جذاب نیستی. بیا تو. نفسم را سخت فوت می کنم و او از اتاقش بیرون می آید. دوتا دستکش قرمز می اندازد سمتم. می پوشمش و اشاره می کند به اتاق روبروی اتاق خوابش. کیسه بوکس مشکی و بزرگ آویزان بود. بدون هیچ حرفی به سمتش می روم. چند لحظه نگاهش می کنم و بعد مشت آرامی می کوبم. خیلی سفت بود. خیلی سخت بود. اما آن چیزی که در گلوی من گیر کرده دردش بیشتر بود. مشت بعدی را محکم تر زدم و چانه هم که می لرزید و زبانم می چرخید. زمزمه هم بیشتر به هذیان می ماند. احمق، احمق. حس می کردم خیلی محکم تر از این حرف ها می توانم. از من چی می خواد؟ من خرم، آره من خرم. دستکش را درآوردم و پرت کردم کنار. بابا تمام قدرتم به کیسه کوبیدم و بغزم که ترکیده بود صدایم هم. زنی که نفهم، آشغال، آشغال. دستانم ضعف می رفت و تمام تنم خشم بود. صدای کیا از حالهی دودالود به گوشم می رسید. ماهی چه کار می کنی؟ بند بند دستم داشت خورد می شد، اما این درد خالی نمی شد. دست گذاشت روی شانم. برگشتم و مشت را به جای کیسه به صورت او زدم. دردش آمد اما عقب نکشید. واقعا معین بیمیل نبود.
میخواست عین عصر حجر با دو زن زندگی کند. مشتی به سینه‌اش، مشت بعدی را به کتفش زدم و او که نگذاشت ضربه دیگر به سرانجام برسد مچم را گرفت. آروم باش، آروم. مثل اسب تیر خورده‌ای که جان می‌دهد تکان خوردم و او به ناگاه مرا به سمت خودش کشید و بین بازویش محاصره کرد. فریاد زدم که رهایم کن، هنوز باید حساب کیسه لالمونی گرفته را می‌رسیدم. هنوز درد در جای خود بود. تقلا کردم و یک آن با خشم مرا گرفت و از پشت چسبید به تنم و داد کشید: وایسا سر جات. جای من که آنجا نبود، جای من در خانه معین بود. بی مهسا، بی پسرش، بی سر خر. اسب سرکش درونم رام شد، ایستاد، نفس نفس زد و حس کرد باخته. تمام تنم ضعف می رفت و درد در دستانم پیچیده بود. مثل یک دیوار پشتم بود و من بهش تکیه دادم. نفسش عمیق شد و زمزمه کرد: چه غلطی داری می کنی؟ دست لرزانم را کشیدم روی صورتم. صدایم می لرزید و عین بدبخت ها آب بینیم آمده بود تا روی چانه ام و کل صورتم خیس عشق بود. من برای این زندگی پرچالش ساخته نشدم. گریه نکن، و همین کافی بود تا گریه ام شدت بگیرد. نمیدانم چقدر، یک ساعت بیشتر به دیوار کیا تکیه داده بودم و زار می زدم و حالا نشسته ایم روی صندلی آشپزخانه. اشکهای من خشک شده و او ساکت و خاموش به داد دستش بلاشم می رسد. در قوطی کرم زرد رنگ را باز می کند. با آن انگشت بزرگش مقداری ماده زرد را بیرون می آورد و روی دستم می کشد. چقدر زود کبود شد. پوست نازک و دستان نحیفم مگر تحمل آنقدر درد را داشت؟ آرام دو انگشتش را کشید روی دست کبودم. تعریف کن چیو؟ آنقدر از من حرف نکش. به دستانش نگاه می کنم. خیلی بزرگ بودند و کلی زخم و جای بخیه رویشان بود، قدیمی و دعوایی، و دستان من در یک مشتش جا می شد. یاد حرفش افتادم، می گفت کمرت در یک دستم جا می شود و من داشتم به چه فکر می کردم. دستم را عقب کشیدم، خودم این کار رو می کنم. دستم را کشید و من کشیدم. به چشمانم خیره شد. چی تو اون مغزت می گذره؟ هیچی، هیچی. اصرار نکرد و خودم پوماد را به دست دیگرم مالیدم و بانداج را دورشان پیچید. تا تو باشی از این غلط ها نکنی، معذرت میخوام، و اشاره‌ای به بینی خودم کردم. دستت خیلی سنگینه. بهش نگاه کردم و او هم طولانی و پرحرف. لزومی به بیشتر ماندن نبود. بلند شدم و رفتم سمت در. چی شده بود امروز؟ در را باز کردم، نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم: فردا برمیگردم خونه. از جایش بلند شد و آمد سمتم. چی؟ برای چی؟ و بدون اینکه جوابش را بدهم در را بستم، چون خطر از دست دادن زندگیم بیخ گوشم بود، چون اعتماد و عشق را بی خیال شدم، چون مهسا برخلاف من کارش را خوب بلد بود، چون آمد و مرا کوبید و ترساند و تهدید کرد. اگر همینجا میماندم و دست روی دست میگذاشتم، تنگ من خانه ماهی دیگری میشد. میدانی اصل زندگی چیست؟ من میدانم. پایان قسمت 17.